خامنه ای رهبر ایران روز پنجشنبه شنبه در گرد همایی سراسری بسیجیان در استادیوم آزادی با بیان این موضوع که تا زنده است و تا جان در بدن دارد اجازه نخواهد داد مصالحه با آمریکا صورت گیرد از کسانی که معتقدند مشکلات ایران با گفتگو با آمریکا حل خواهد شد انتقاد کرد و گفت این افراد اگر عامل آمریکا نباشند اما مرد میدان پیشرفت کشور هم نیستند او این افراد را روشن فکر نمای راحت طلب، منافق و ریاکار نامید که اساسا دشمنی آمریکا را انکار می کنند و برای دولت و ملت ایران نسخه تسلیم در مقابل آمریکا می نویسند. خامنه ای با انتقاد از کسانی که همیشه نق میزنند و میگویند از آمریکا بدگویی نشود تا با ایران دشمنی نکند گفت دشمن میخواهد ملت ایران را به این جمعبندی برساند که کشور در بنبست قرار دارد و راهی جز زانو زدن و تسلیم در مقابل آمریکا وجود ندارد خامنه ای این سخنان را یک روز پس از آن اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه بی بی سی گفته بود مذاکره با آمریکا غیر ممکن نخواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که ایران در بنبست قرار ندارد با اذعان به مشکلات معیشتی مردم گفت تحریم های اقتصادی نیز شکننده تر از اقتصاد ملی ایران است و تاکید کرد تحریم ها شکست خواهند خورد و شکست تحریم به معنای شکست آمریکاست. سخنان خامنه ای در خصوص عدم قرار گرفتن ایران در بنبست درست برعکس سخنان افراد و کارشناسانی است که معتقدند ایران از نظر اقتصادی و سیاسی در انصداد کامل قرار گرفته است. شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران بگونه است که کوچکترین بحرانی ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه را مختل می کند. سرمایه گذاری در ساختارهای پایدار به شدت کاهش یافته است و مؤسسات تجاری و تولیدی غیر به نهادهای دولتی نیز یا فعالیتهای اقتصادی خود را متوقف کردند یا در صدد هستند که هرچه سریع سرمایه های خود را از کشور خارج کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با تشبیه رسانه به سلاح شیمیایی در جنگ های نظامی تاکید کرد باید دقت شود که رسانه تبدیل به ابزاری نشود که دشمن راحت بتواند این سلاح شیمیایی را علیه مردم به کار گیرد که میتوان آن را به منزله تاکید بر گسترش فیلتر بیشتر در حوزه رسانه های دیجیتالی قلمداد کرد. خامنه ای همچنین از بسیجیان خواست تا با حرکت های لازم آتش به اختیار برای بهبود شرایط تلاش کنند. کارشناسان اعتقاد دارند اظهارات خامنه ای درست یک روز پس از آن که اقتصاد کشور پس از چند ماه آشفتگی اقتصادی و تشدید قیمت ها که به واسطه تحریم و همچنین محدودیت منابع ارزی در داخل کشور رخ داده است اندکی به وضعیت متعادل و کاهشی نزدیک شده است می بحران ارزی و بحران افزایش شدید قیمت ها را مجددند تشدید کند آقای خامنه ای همچنین بر عدم مذاکره و رابطه با آمریکا پافشاری می کند و با وجود تأکید همه کارشناسان بر ضرورت اصلاح روابط بین المللی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران همچنان بر مواضع متعصبانه خود در دشمنی با قرب پافشاری می کند و با نادیده گرفتن مشکلاتی که مردم با آنها دست به گریبان هستند خود را به تصمیم گیرنده اصلی موضوعات حیاتی جامعه تبدیل کرده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که برای گفتگو درباره موضوع ایران و سازش اسرائیل و فلسطینیان به تلاویف سفر کرده است با بیان این موضوع که هر طور شده باید از دستیابی ایران به سلاح هستهی جلوگیری کرد اظهار داشت بر سر توافق هستهی با ایران بین آلمان و اسرائیل اختلاف نظر وجود دارد. رئون ریولین رئیس رژیم اسرائیل در این دیدار از صدر آلمان خواسته است تا به تحریم های آمریکا علیه ایران بپیوندد و در گفتگو با صدر اعظم تاکید کرده است سیاست خطرناک هسته ایران نباید تقصیه شود و باید مورد تحریم قرار گیرد تا پایان یابد و اروپا نباید روابط اقتصادی و دور زدن تحریم ها را شکل دهد و این تنها راه تضمین امنیت و ثبات در منطقه و جهان است. صدر آلمان در واکنش به این اظهارات وی همچنین با تاکید بر رویکرد آلمان از حفظ برجام حمایت و تاکید کرده است در هدف بین آلمان و اسرائیل وفاق وجود دارد. اما درباره راه رسیدن به این هدف بین دو کشور اختلاف نظر است مرکل همچنین تاکید کرد که فعالیت ایران در سوریه و لبنان می تواند امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد او پیش از این نیز در بخشی از صحبتهای خود درباره برجام در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود اروپا مشغول اقداماتی برای حفظ تبادلات تجاری با ایران است و از ایران خواسته شده تا همچنان به اجرای کامل تعهدات خود ادامه دهد. پس از استیضاح دو وزیر کابینه حسن روحانی توسط نمایندگان مجلس سرانجام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری خبر از معرفی دو وزیر جدید در هفته آینده داد البته از جزئیات و مشخصات وزرای جدید سخنی گفته نشد و تنها رئیس دفتر رئیس جمهوری از برخی مردم ایران که از وزرای احتمالی معرفی شده به کابینه فیلم شخصی گرفته و در فضای مجازی منتشر نمودند گله کرد وی گفت وزرا دارای دو شخصیت هستند یکی در جلوی دوربین و مصاحبه و دیگری در زمان بازدید که مثلا با فردی شوخی می کنند که از درون آن کلیپ بیرون میآید. آقای واعظی احتمالا از این موضوع شکایت دارد که برخی در جهت تخریب وزرای جدید ویدئویی از زندگی شخصی آنها در فضای مجازی منتشر کردند که ظاهرا رفتار شخصی وزیر پیشنهادی با حرفها و شوخیهایش در منزلت و جایگاه یک وزیر نبوده واعظی در همین حد بسنده کرده و به جزئیات حرفها نپرداخته است. وی ابراز امیدواری کرد که وزرای پیشنهادی پس از گرفتن رأی اعتماد حد اکثری از نمایندگان مجلس بتوانند برای بازگشت آرامش به بازار ارز و اقتصاد و معیشت کشور و مردم چاره ساز باشند. باید دید که روحانی چه وزرایی را برای حوزه اقتصادی انتخاب می کند زیرا در این حوزه کابینه ای از هم گسسته و ناکارآمد و در قلتیده به فساد در برابر ماست که اقتصاد دولت را در سراشیبی قرار داده است. <موسیقی> آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهر دیروز در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به اینکه حوزه علمیه باید همیشه نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه توجه داشته باشد بیان کرد نظام ما یک نظام اسلامی است و نمیتوانیم نسبت به مسائل این نظام بی توجه باشیم وی در ادامه با اشاره به اینکه وجود مسائلی در زمینه بهای سکه دلار و خودرو در جامعه استراب ایجاد کرده است افسود مردم میگویند نظام را شما به وجود آوردید و باید نسبت به مسائل آن نظارت داشته باشید نوری همدانی با تاکید بر اینکه مبادا کنوانسیون مقابله با پولشویی و تروریسم FATF مانند برجام شود و وکلای مردم باید در خانه ملت مراقب باشند گفت در این میان حوزه علمیه نیز وظیفه دارد که بیدار بوده و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کند آیت نوری همدانی در قسمتی دیگر از نطق خود به در دستور کار بودن بررسی قرارداد FATF از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و متذکر شد این قرارداد که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته یکی از قراردادهای ابری عربی و غربی است وی با اشاره به مفاد این قرارداد تاکید کرد از طریق این قرارداد میخواهند برای مقابله با تروریسم قواعدی وضع کنند و همه در این خصوص هم پیمان شوند ولی اختیار را به دست تحریم کنندگان ما و حامیان سهیونیست ها می دهند. نوری همدانی مانند همه مراجع تقلید دیگر است که در سهم خواهی از نظام همیشه در صف نخست قرار دارند و خانواده طلاب را سهامدار ارشد جمهوری اسلامی می دانند. اما زمانی که سخن از معیشت و مشکلات مردم به میان می آید خود را دخیل در این موضوعات نمی دانند و تنها با گفتن این جمله که قناعت پیشه کنید شانه از توضیحات اساسی و مشکلات مردم و کشور خالی می کنند. در پی حملات هوایی ایران به مواضع داعش در سوریه و همچنین تهدیدهای نظامی ایران علیه مواضع تروریست ها در منطقه سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی نیز با تاکید بر اینکه ایران همواره توانایی ضربه های پشیمان کننده به دشمنان را دارد اظهار داشت دشمنان نباید از صبوری ایران خوشنود باشند چون ممکن است برخوردها شدیدتر شوند فرمانده کل ارتش با بیان اینکه دشمنان تا امروز فهمیدند ایران پای عزت و سربلندی و امنیت مردم تا آخر ایستاده است، صبوری جمهوری اسلامی را نشانه قدرتمندی نظام دانست و تاکید کرد این صبوری به این علت است که نظام میداند هر زمان لازم باشد توانایی زدن ضربه را دارد. نظام جمهوری اسلامی همواره از قدرت نظامی ایران به عنوان عامل مهم برقراری امنیت در کشور دفاع کرده و با وجودی که دو بار حملات تروریستی در کشور از طرف داعش نشان داده است مرزهای امنیت ایران آنچنان هم که ادعا می شود نفوذ ناپذیر نیست اما در پی این حملات مجموعه دفاعی ایران چه سپاه و چه ارتش و همچنین حاکمیت رسمی جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت برخورد با تروریست ها و دادن جواب دندان شکن به آنها تاکید کرده و در هر دو بار سپاه ادعا کرده است که با موشک های دوربرد خود مواضع تروریست ها را در هم کوبیده است. به گزارش رسانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران گفت تروریست ها در قلمرو سوریه نابود شدند و همه ی طرف ها باید ممنوعیت حضور نظامی خارجی در این کشور را رعایت کنند وی خاطر نشان کرد طرف های مربوط باید ممنوعیت حضور نظامی خارجی در سرزمین سوریه را رعایت کنند در صورتی که سوریه درخواست کند روسیه نیروی نظامی خود را نیز از این کشور خارج خواهد کرد رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد حضور نیروهای نظامی آمریکا در سوریه بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل و بدون دعوت دولت سوریه است با توجه به نابودی تروریست ها در سوریه، آمریکا دیگر دلیلی برای استقرار نیروهای نظامی در سوریه ندارد. ولید معلم معاون نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه 29 سپتامبر در سخنرانی خود در مباحثات عمومی کنفرانس سازمان ملل درخواست کرد تمام نیروهای نظامی خارجی که بدون اجازه دولت سوریه وارد خاک این کشور شدند بیدرنگ از سوریه خارج شوند سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنشی تند به اتهامات مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا علیه پکن وی را به یاوهگویی متهم کرد و افسود اتهامات پنس کاملا بی اساس است به گزارش رویترز هوانگ چون اینگ روز جمعه تاکید کرد ادعای پنس مبنی بر مداخله چین در انتخابات میان دوره آمریکا گستاخی افرادگرانه ای این کشور را نشان میدهد وی تصریح کرد طرح چنین اتهاماتی مشکلات و اختلافات را بیشتر می وی بی در مصاحبه خود از آمریکا خواست اتهامات بی اساس به چین را متوقف و اشتباهات خود را اصلاح کرده و برای بهبود روابط دو کشور و تأمین منافع طرفین تلاش کند سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد اظهارات معاون دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن می‌کوشد با این اقدامات اسهان را گمراه کند و چین قاطعانه با چنین تحرکات و اظهاراتی مخالفت می کند. وی گفت این گستاخی است که مایک پنس بخواهد نوع عادی از همکاری های چین و آمریکا را به مداخله پکن در سیاست‌ها و انتخابات آمریکا مرتبط سازد سخنگوی وزارت خارجه چین افسود پکن هرگز علاقه و منافعی در مداخله در سیاست ها و انتخابات داخلی آمریکا نداشته است. مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با تکرار ادعای دانلد ترامپ درباره دخالت چین در انتخابات آتی کشورشان گفت تردیدی نیست که چین میکوشد تا آمریکا رئیس جمهوری دیگری داشته باشد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز گذشته اتهام های مطرح شده علیه روسیه در رابطه با حمله سایبری به بریتانیا و سایر کشورهای غربی را تایید کرد در پی انتشار گزارش های مبنی بر تلاش روسیه برای حمله سایبری و حک سازمان منع تسلیحات شیمیایی دبیر کل ناتو به روسیه هشدار داد که از رفتارهای بیپروا و بیملاحظه و تلاش برای دخالت در انتخابات دیگر کشورها دست بردارد وی همچنین گفت ناتو از دولتهای هند و انگلیس در برابر حملات سایبری دفاع می کند. دبیر کل ناتو اعلام کرد اینگونه اقدامات روسیه قوانین و مؤسسه های را تضعیف می کند. استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت متحدان ناتو، بریتانیا و هلند را در مورد اتهاماتی که در مورد روسیه درباره حملات سایبری و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی مطرح کردند حمایت می کنند و روسیه باید این رفتار خود را تغییر دهد. وی تاکید کرد که ناتو در مقابل توانایی دفاعی خود در زمینه تهدیدهای سایبری را افزایش می دهد. مقام های بریتانیایی روسیه را به تلاش برای حک کردن سیستم وزارت امور خارجه و سازمان های دفاعی و تحقیقاتی این کشور متهم کردند. آنها گفتند این اقدام به وسیله دستگاه اطلاعاتی جی آر یو متعلق به ارتش روسیه انجام گرفته است. جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در گفتگو با نشریه آتلانتیک به سوالات پیرامون سیاست خارجی کشورش در دوران ریاست جمهوری اوباما و دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا پاسخ داد کری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به دنبال بازگشت به عرصه سیاست است گفت من هنوز در بازی هستم و خود را کنار رفته به شمار نمی آورم. وی افسود زمانی که ما در مسئله مشارکت داریم، زمانی که سیاستمداران ما را مسئول می دانیم و تعامل می کنیم، می توانیم تغییراتی ایجاد کنیم. در حال حاضر لازم است که دموکراسی را به کشور خودمان بازگردانیم و از شر پول در سیاست خلاص شویم. او انتخابات میان دوره را چنین فرصتی برشمرد. وزیر امور خارجه پیشین آمریکا همچنین از دستاوردهای سیاست خارجی باراک اوباما از جمله توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد وی گفت ما در این مذاکرات به یکدیگر احترام گذاشتیم او این اظهار نظر را که این توافقات بر مبنای اعتماد کور بوده است رد کرد وی تصریح کرد سیاست ما این بود که اعتماد نکنید اما راستی آزمایی کنید و برای همین تمام دستگاه های اطلاعاتی در این زمینه همکاری کردند تا سختترین نظارتها را برای عدم انحراف ایران تعبیه کنیم او گفت تیلرسون مخالف خروج آمریکا از برجام بود و من با پمپئو هم گفتگوی طولانی قبل از خروج آمریکا از برجام داشتیم پلیس آمریکا اعلام کرد در جریان تجمع اعتراض مخالفان برت کاوانا در ساختمان کنگره آمریکا بیش از 300 نفر به اتهام ایجاد مزاحمت و ازدهام بازداشت شدند. همزمان با افزایش احتمال تایید صلاحیت برت کاوانا برای عضویت در هیئت قضات دیوان عالی آمریکا روز پنج شنبه صدها نفر از معترضان به مخالفت کاوانا در ساختمان کنگره آمریکا تحسن کردند این معترضان با پلاکارت هایی که به دست داشتند سناتورهای آمریکایی را خطاب قرار داده و از آنها میخواستند از دادن رأی مثبت به کاوانا خودداری کنند آنها خواستار کاندیدای دیگری شدند با ادامه این اعتراضات پلیس کنگره وارد عمل شده و شمار زیادی از معترضان را محاصره و سپس آنها را بازداشت کرد. دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تابستان امسال کاوانا را برای عضویت در هیئت قضات دیوان عالی این کشور نامزد کرد اما انتشار اتهاماتی علیه وی در زمینه تعرض جنسی به زنی به نام کریستیان فورد که استاد دانشگاه بوده است موجب شده تا روند تایید صلاحیت وی با مانعی جدی روبرو شود کاوانا این اتهامات را رد کرده و مدعی شده که افرادی به دنبال ترور شخصیت او هستند. در پی بروز این جنجال ها ترامپ تحت فشار سناتورها اداره تحقیقات فدرال اف را ملزم کرد که ظرف یک هفته درباره ادعاهای فورد و دو زن دیگری که اخیرا کاوانا را به تعرض جنسی متهم کردند تحقیق کند با این وجود اکنون مشخص شده که کاخ سفید از اف خواسته دامنه این تحقیقات را محدود کند قرار است امروز در صحن سنا درباره صلاحیت کاوانا رایگیری شود با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در سنا همچنان انتظار می رود که صلاحیت کاوانا با وجود اتهامات طرح شده علیه او تایید شود.